حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب آریان. تهدید وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه پاسخ مستقیم از خاک ایران از این پس رویکرد جمهوری اسلامی خواهد بود چقدر جدیه؟ اساسا ظرفیت استراتژیک و نظامی لازم برای کشوندن درگیری ها به این سطح رو دارن؟ خب اون چرا که اسماعیل خطیب گفته یه مقدارش برای مصارف داخلی است که از عملیات کوبنده صحبت کرده، عملیات سنگین ببخشید، ولی یک چیزی که واقعا آشکار شده این عبور از خط قرمز است. اون چرا که اسرائیل انجام داد در ارتباط با کوبیدن کنسولگری ایران، این یک خط قرمز بود حداقل برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم به هر حال از یک خط قرمز دیگر رد شدن و اون اینکه از اون استراتژی و به طور کلی دکترین پیشینشون که مبنی بر احتراز و رویارویی مستقیم با آمریکا و اسرائیل بود و استفاده از گروه‌های نیابتی و تمهیدات دیگری که قائل شدند، از اون خارج شدند. حالا تصمیم گرفتند که و در عمل نشون دادند و حمله مستقیم. این در واقع دارن به دنیا میگن، حتی در لابلای حرفای اسماعیل خطیب دیگران هم میشه خوند، به این معنا که ما اراده سیاسی برای حمله مستقیم به اسرائیل رو داریم. و این من فکر میکنم که نکته اصلی باشه. حال حمله کردن، حمله موفقیت آمیز نبوده، اونها روی چیزهای دیگری حساب میکنن. اینکه مثلا تمام موشک‌ها رو که پرتاب کردن، مثلا از 110 موشک بالستیک که پرتاب کردن، همین که 6 تا یا 7 تا اینا به پایگاه نواتیم خورده، برای جمهوری اسلامی مهمه، برای اینکه از همین پایگاه بود که هواپیمای F-35 کنسولگری ایران را کوبیدن. سپاس از شما حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل.